جلسه ای برای حل ماجرای حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ. مسئولان فدراسیون فوتبال و مدیران عامل باشگاه‌ها امروز به جام جم اومدند تا درباره حق پخش تلویزیونی با رئیس رسانه ملی رایزنی کنند. جلسه بالاخره بعد از چند ساعت تموم شد و مهمونای رسانه ملی با رضایت راهی سازمان لیگ شدند. چند ساعت طول کشید جلسه؟ یه جلسه ای فکر کنم 4-5 ساعت طول کشید، 3-4 ساعت طول کشید. و محصلش؟ سه شروع شد تا الان. جلسه خیلی خوبی بود. بعضی یه مشکلات رو آقای زرقان مطرح کردن، یه مشکلاتی رو همه مدیرای باشگاه مطرح کردن از حوزه فوتبال. مهم این که خیلی با محبت بود جلسه، یعنی محبت آمیز و خوب. یه راه حلی که فکر کنم دنبالشیم از کل مسئله رو حل کنم. رسیدین به اون راه؟ بله، فکر میکنم بریم دنبال این کار حل میشه. قدر سخت و گاهی اوقات قطره‌ایه که به جای یک تبلیغ شکیل روی پیراهن، لباسای ورزشی تیم‌ها پر میشه از تبلیغ. به جای فروشگاه‌های پرزرق و برق، محصولات باشگاه که اصلا معلوم نیست از کجا اومدن و درآمد حاصل از فروششون به کجا میره، در فضای این چنینی به مردم عرضه میشن و مفهومی به نام کپی‌رایت اصلا معنی نداره. و در نهایت به جای اون که ورزشگاه‌ها با فراهم کردن شرایط تفریح، سرگرمی و آرامش ضمن جذب مردم برای فوتبال درآمدزایی هم بکنن، با بلیط فروشی عموماً سنتی و بی‌نظم، امکانات فرسوده و جذب نامناسب فرهنگی فاصله مردم و ورزشگاه‌ها رو روز به روز دارن بیشتر می‌کنن. حالا ما موندیم و این فوتبال بیمار و البته دولتی که سال‌هاست با مسکنی به نام پول این ورزش محبوب رو نه اینکه درمان کنه، بلکه فقط سرپا نگه داشته. خصوصی سازی در فوتبال با وجود عزم ظاهری هنوز یک واژه غریب و دور از انتظاره. حق پخش تلویزیونی بدون تردید میتونه یکی از شریانهای اصلی حیات باشگاه باشه، اما درد فوتبال ایران فراتر از اون و در وابستگی به جیب دولته. شاید به همین خاطره که برخی معتقدن تا زمانی که این وابستگی وجود داشته باشه، گرفتن حق پخش از تلویزیونی که خودش دولتیه مثل پولی که از یک جیب دولت به جیب دیگرش رفته. اما چیزی که در مورد اون اتفاق نظر وجود داره از دست رفتن زمانه. با هر مسابقه پخش نشده، فدراسیون فوتبال از پخش نشدن تبلیغات محیطی در ورزشگاه‌ها متضرر میشه. صدا و سیما از غیبت یکی از بسته‌های تصویری جذاب خودش ضرر میکنه و مهمتر از همه مردم. مردم از تماشای ورزشی که به اون عشق می‌ورزن محروم میشن. از حقوق شناخته شده فوتبال پول بدید. دنیا چه مدیر باشگاه چه نمیره دو چرخه بفروشه، چه نمیره چه نمیدونم سیب زمینی بکارید، که مدیر باشگاه از محل حق پخش تلویزیونی، از محل درآمدهای حقوق شناخته شده یه فوتبال پول میگیره، باشگاهشو داره این پولا بره صدا سیما بیاد به ما پول بده، بعد باشگاه زوباهن هم بره دست کارخونه زوباهن 14 میلیارد تومان بگیره، فولاد خوزستان هم بره 14 میلیارد از اون میگیره. نمیشه که اون تو دنیا وقتی که بحث خصوصی سازی میکنن دیگه کارخونه رو میگن از این کمک نکن. اگه به مجلس نامه زدیم به این دلیل زدیم که آقای مجلس تو چه این پولو داری الان هزینه میکنی، اگر از کارخونه بگیرن تو اون سوتینی چه نشونی شما دادن، باید ما بنویسیم کمک دولتی. کمک دولتی یعنی نمره منفی به سازمان لیگ ما میدن. ما پارسال 905 امتیاز آوردیم تو آسیا، دومین لیگ آسیا بودیم، امسال شدیم سومین لیگ آسیا. برای اینکه امتیاز ببینید کجا چم شدیم، دقیقاً رو حق پخش. برای اینکه درآمدهای باشگاه‌ها همش به صورت کمکه، یعنی کارخونه فولاد مبارکه کمک میکنه، سایپا کمک میکنه، نفت کمک میکنه، پیکان کمک میکنه. خب اینا بدید از طریق صدا سیما این پول بیاد. اگه از دست آقای زرقامی بگیریم اسمش درآمده، ولی اگه از دست کارخونه زوبا هم بگیریم کمک. اون نمره منفی داره، این نمره مثبت داره. ما حرفمون این بود، بر همین هم فرستادیم مجلس. پس لذا این مسیر درستش اینه که بره اون سمت، بیاد الان هم دولت بیاد در واقع کمک بکنه، سیستم بیاد کمک، و بعد هم به اندازه‌ای که کمک میکنه از منابع دولتی چم بکنه، از اونجا به که پول میمده چم بکنه. یعنی ما پول زیادتر نمیخوایم، همون پول رو میخوایم هزینه کنیم. ما نمیخوایم باشگاه از 15 میلیارد بیشتر هزینه کنه یا از 18 میلیارد. فقط میگم مسیرش باید مسیر درست بشه، مسیر شناخته شده فوتبالی در دنیا. دنیا سال هاست این اتفاق توش دارید میفته،
دعوا همین ایتالیا ما میگفت چه امروز رئیس فدراسیونش میگفت ما این دعوای شما را در تقریبا 8 سال پیش آره 5 سال پیش بود که دو هفته هم لیگشون دیرتر گفت لیگ رو برگزار نکردیم هیچ ایشون رئیس سازمان لیگش بود حالا شده رئیس فدراسیون گفت ما اونجا دعوا کردیم راه ندادیم حتی دور مینار از پنجره نمیدونم از کجا میخواستم گفت ما نگذاشتیم برجت این دعوا میخوام بگم مال ما نیست همه جا این اتفاق یه بار آره اما اونجا افتاده و ما هم نمیگیم الان اصلا آقای تو نامه ما کجاش گفتیم ما میگم آقا باید این پول بره تو باشگاه ها تحت عنوان درآمد هزینه بشه نه تحت عنوان کمک و هزینه بشه